وقت شما بخیر و این مجموعه خبری خوش آمدید. من بیژن آریان هستم. در نخست مروری داریم بر مهمترین رویدادهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی سال 97 خورشیدی در بلخ. جشن نوروز سال 97 خورشیدی در بلخ همزمان بود با جنجال‌های ارگ و بلخ بر سر تعیین والی این ولایت. در مراسم نوروز در شهر مزار، عطا محمد نور از توافق با ارگ و پیشنهاد سه تن جهت انتخاب یک آنان به عنوان والی بلخ سخن گفت و روز دوم حمل اسحاق رگوزر به عنوان والی بلخ و اکرم سامح از میان پنج فرد معرفی شده حزب جمعیت به عنوان فرمانده پلیس بلخ معرفی شدند. همزمان با شروع سال 97 و برگزاری جشن نوروز، موضوع گیرماندن برخی ساکنان ولایت شمال در نقاط ناامن فاریاب، سریپول و جوزجان انتقادها و نگرانی‌هایی را به همراه داشت. نیروهای امنیتی نیز در این ساحات از سوی مخالفان در محاصره قرار گرفتند و طی نبردها در شمال و شمال شرق صدها مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند و به نیروهای امنیتی نیز طرفات وارد گردید. به تاریخ ششم ماه حمل سال 97، وزیر دفاع آلمان به شهر مزار سفر داشت و با مقامهای بلندپایه نظامی شمال دیدار و گفتگو نمود. و علاوه بر دیدار با نیروهای آلمانی در کمپ مارمول، روی پشتیبانی و مشوره‌دهی با نیروهای امنیتی صحبت نموده و بر همکاری کشورش با نیروهای امنیتی افغان تاکید داشت. روند ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی‌ها در بلخ در 25 ماه حمل آغاز شد. مداخله زورمندان در روند انتخابات و ناامنی‌ها از نگرانی‌های عمده مسئولان محسوب می‌شد. سرانجام با تمام این چالش‌ها انتخابات نمایندگان مجلس در بلخ انجام شد. اما با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نمایندگان، برخی اعلام کردند که این نتایج را نمیپذیرند. آنان مسئولان امنیتی را در امر تامین امنیت انتخابات ناکام دانسته، ادعا داشتند که پلیس به صورت عمدی امنیت ولسوالی‌های چمتال، چهاربولک و دولت‌آباد را تامین نکرده. نامزدان معترض در بلخ همچنان با صدها تن از هوادارانشان در واکنش به اعلام نتایج ابتدایی در شهر مزار راهپیمایی کردند. تا اینکه کمیسیون انتخابات آرای بلخ را بازشماری کرد، اما در نتایج آن تغییری به میان نیامد. از مهمترین رویدادهای سال 97 خورشیدی در بلخ، سفر رئیس جمهور غنی به این ولایت به تاریخ 9 ماه جوزا بود که در این سفر سابستیشن برق 220 کیلوولت ولسوالی خلم و شبکه توزیع برق ولسوالی مارمول را افتتاح نمود. لویدرسز ارتش آلمان نیز در ماه جوزای سال 97 در سفر به بلخ از پایگاه نظامی قلوردوی 209 شاهین دیدار کرد. او وعده سپرد که آلمان در کنار نیروهای امنیتی افغان خواهد بود. در ماه سنبله سال 1397، وزیر امور داخله به هدف بررسی مشکلات امنیتی، تشکیلات پلیس، تجهیزات نظامی و افزارهای امنیتی به بلخ سفر داشت. او گفته بود که در قسمت افزودن تشکیلات پلیس و اصلاحات ساختاری برنامه‌های روی دست دارد. رئیس جمهور غنی در دومین سفرش در 14 میزان 97 به بلخ به نیروهای امنیتی دستور داد تا امنیت این ولایت را جدی گرفته و دزدانی که قصد اخلال امنیت بلخ را دارند سرکوب نمایند. غنی تاکید داشت که بلخ باید به مرکز صادرات بین المللی افغانستان مبدل شود. در ماه اسد سال 1397، در حالی که باشندگان جوزجان بر مجازات داعشیان عامل قضایای نقض حقوق بشری در این ولایت تاکید داشتند، 250 داعشی با سرکردگی حبیب الرحمن مسئول داعش در شمال به پلیس درزاب تسلیم و به مرکز کشور انتقال یافتند. همچنان تا این سال 97 خورشیدی سفیر چین به بلخ سفر کرد. او در مورد تقویت روابط تجاری و انتقال کالاهای چینایی به افغانستان و صادرات محصولات افغانی به بازارهای چین وعده همکاری نمود. آخرین پنج شنبه سال 97 بلخ گواهی درگیری مسلحانه میان نیروهای داخلی بود. این نبرد که منجر به جان باختن یک سرباز و زخم برداشتن 19 نیروی دیگر شد، در پی آن شکل گرفت که عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت با معرفی فرماندهی جدید بلخ مخالفت کرد. او در آخر سخنرانیش در بلخ به حکومت هشدار داد که دست از تغییر و تبدیلی ها در بلخ بردارد. پنجشنبه آخر سال در بلخ با نگرانی مردم
مسدود شدن دکانها و جاده‌ها و وارد شدن خسارات مالی به منازل مسکونی و دکانهای نزدیک به فرماندهی پلیس بلخ سپری شد. با این حال مردم بلخ و اعضای شورای ولایتی انتظار دارند حکومت افغانستان برای سال جدید خورشیدی در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و اجتماعی برنامه‌های کارآمد روی دست گیرد. در جریان سال 1397 هجری خورشیدی نزدیک به 30 روستا در سرپل به دست طالبان سقوط کرد و هزاران خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. بر اساس آمارهای رسمی در گزارش های نشر شده در آریانا نیوز در 97 151 نیروی امنیتی طی این سال در نبردها جان باختند و 83 تنشان زخمی شدند. بر بنیاد این گزارش ها در رویدادهای مختلف 169 طالب کشته و 137 طالب دیگر زخمی شدند. در سال 1397 در سرپل بیش از 30 روستا به دست طالبان سقوط کرد. در 11 حمل 11 روستا در ساحه شیرمها، در ماه جوزا 5 روستا در صیاد، 19 اسد 7 روستا در بالاکند، در 22 میزان 5 روستا و 12 هود روستاهای گجوا و توپخانه سانچارک به دست طالبان افتاد. رسوالی سیاد، سانچارک، برخی از قریجات سانچارک و همچنان سایر قریجات مربوط مرکز بوله سرپل پای هم سقوط کرده را تحت تصرف خالقین دولت در آمد و امروز این وضعیت در کل نگرانی های بیش از حد را با وجود شهروندان سرپل به بار آوردن. بر اساس آمار نشر شده از آریانا نیوز در این سال از اثر ناامنی هزاران خانواده بیجا شده، 151 نیروی امنیتی جان باخته، 83 نیروی دیگر زخمی شدند، همچنان 169 طالب کشته و 137 عضو دیگر گروه طالبان در درگیری های مختلف زخمی شدند. مقام های محلی سرپل راه اندازی نشدن به موقع عملیات ها و مستحکم شدن پایگاه طالبان در کوهستانات سرپل را از عوامل وارد شدن تلفات و نیروهای امنیتی عنوان می کنند. بعض قریجات که در سنگ چارک است، بعض قریجات در گوشبندی است و دست مخالفین قرار داره. تا حال عملیات گسترده ای که ما مردم سرپل می خواستند تال عملی نشده. سی بار دو بار قوت آمدن، اما نظر به هوا و سعید نبود، سرمای زمستان بود. اگر قوت زمینی می رسید هوایی آمده نمی شد، هوایی آمده می شد قوت زمینی نبود. برالله و دخبل و زیب سخر چه و دیر ساری کانه شکلی دو سر پل دخل بلا پارا مختوری دیش باور از دو تند دشمنان و دخل و دشمنان با مقابل بندیم ولایتی اوار الله زیف لماتون که جوابم پر استقامت بندور کردیم. برخی اعضای شورای ولایتی سرپل نیز عدم مدیریت و روحی ضعیف نیروهای امنیتی را عامل بیشتر شدن ناامنی ها عنوان نموده، خواستار تجدید قوا و راه اندازی عملیات در این ولایتند. مورال نسبتا از دست رفته. روی اصل ما میخواییم که یک تجدید قوا صورت بگیره، یک عملیات وسیع صورت بگیره و مرکز حمایت قاطع و همه جانبه خود در راستای عملیات وسیع ابراز بکنه و یه عملیات انجام بده، نتیجهش خوبتر است. بر اساس گزارش سال 97 مسئولان امنیتی این ولایت 6 عملیات تصفیوی مشترک با نیروهای امنیتی مستقر در این ولایت راه اندازی کردند و 35 عملیات مستقل توسط پلیس ملی نیز در این ولایت صورت گرفته که در نتیجه 224 تن از مخالفان مسلح دولت به شمول 6 فرمانده مشهور طالبان کشته شده و 248 تن دیگرشان زخمی شدند. شورای ولایتی و فعالان مدنی کندوز سال 97 در این ولایت را پرچالش‌ترین سال بیان می‌کنند.
به گفته آنان در این سال یک ولسوالی به دست طالبان سقوط کرد و چند ولسوالی دیگر گواه نبردهای سنگین و تلفات هنگفت برای نظامیان بود. در این سال نیز شهر کندوز گواه نبردهای نفسگیر و برای چند ماه در پرتگاه سقوط قرار داشت. با وجودی که در سال 97 شهر کندوز و ولسوالی های این ولایت کمتر با طالبان دست به دست شد و نیروهای دولتی حملات طالبان که به هدف سقوط ولسوالی ها و شهر کندوز انجام دادند عقب راندند و تنها در این سال ولسوالی قلعه‌زال دو بار گواه سقوط به دست طالبان بود، شورای ولایتی کندوز سال 97 خورشیدی را پر جنجال و پر چالش‌ترین سال می‌دانند. به گفته آنان در این سال نیروهای دولتی گواه تلفات مرگبار بودند و بیش از 100 پاسگاه بعد از طالبان سقوط کرد و نبردهای نفسگیر بیش از 47,000 خانواده را آواره ساخت و ده ها عملیات نظامیان به نتیجه پایان یافت و در نبردهای این سال صدها غیر نظامی جان باختند. به گفته آنان همچنان جرایم جنایی در این سال به پیشینه بود و چند بار بزرگراه‌های منتهی کندز بسته شد و ده ها اعتراض عدالت‌خواهی مبنی بر تلفات غیر نظامیان، رویدادهای جنایی و به دلیل مشکلات در انتخابات صورت گرفت. سال 1397 پرچالش‌ترین سال در ولایت کندز بود که شما شاهد جنگ های دواندار ولسوالی های قلعه‌زار، امام حسین و ولسوالی دشت‌چرچی و ولسوالی چمک بودن به صحبت بگیریم در ولسوالی چهاردره اطراف کندز جنگ دویان داشت. تلفات نظامی های ما بیشتر بود، تلفات ملکی هم بیشتر بود. این سال و در این اواخر او را عوض کردن، تهاجمی نداشتن، بلکه عملیات های چریکی و تاکتیکی را بالای بیس ها و پوسته ها و پایگاه های پاسگاه های نظامی افراد دفاعی ما در اطراف و اکناف ولایت کندوز داشتن که از جمله میتونیم که بالای پایگاه ها و پاسگاه های ولسوالی دشت‌چرچی بگیم که تلفات سنگینی را برای نیروهای دفاعی ما در گذشت سال 97 داشتن. نیروهای دولتی میگویند در کنار تلفات نظامیان و افراد ملکی، تلفات سنگین بر پیکر طالبان در بیشتر از 10 عملیات نظامی در طی این سال وارد کردند و روستاهای زیادی را در مرکز و ولسوالی ها از اداره طالبان آزاد و سنگرهای محکم این گروه را تخریب و دپوهای مهمات این گروه را انفجار دادند. طی سال 1397 ما بیش از 10 عملیات دولتی کندوز را اندازی کردیم. در نتیجه عملیات بیش از 100 نفر گروه مخالفین کشته و زخمی شده، ساحاتی از قرارجات تصفیه و پاکسازی شده و ساحاتی که مخالفین اونجا حضور گسترده داشتن برشان ضربات کوبنده وارد شده، جایی که وا موضع برای خود جور کرده بودن وا از منحدیم شده است از بین رفته. مقام های محلی میگویند در سال 97 کندوز گواه ساخت و ساز 164 پروژه خرد و بزرگ به هزینه 2,400,000 دلار آمریکایی بود که از این میان 80 پروژه از سوی حکومت ساخته شد و دیگر برنامه ها به همکاری مؤسسات مقیم کندوز. کندوز ولایت مرکز ولسوالی که لکتر لگا یو سلا سلوش پیتا پروژه ده دو شاریا چلور میلیارد افغانه پا ارزښت باندې تطبیق شوی دی چې لده من ده دواتی پروژه خپل ده دولت بودیجه بانده جاو ده همکار و مؤسساتو پا مرسته بانده تطبیق شوی دی پر ده سره سلگونه کسانو تا ده کار زمینه برابر شوی. اما فعالان جامعه مدنی میگویند با وجود که این پروژه ها تطبیق شده و نصف شمار این پروژه ها در جریان کار قرار دارد، برنامه های توسعه‌ای که نیازمندی های مردم است مثل اسفالت سرک های ولسوالی ها و ساخت میدان هوایی توجه نشده است. سال 1397 نسبت به سال های پیشتر از او به لحاظ انکشاف و بازسازی در ولایت کندوز وضعیت بهتر بود. یک تعداد پروژه ها تطبیق شدند در ولایت کندوز و شمار از پروژه ها قراردادهایش امضا شده که پروژه های تأثیر گذار در زندگی مردم است که امیدوار هستیم به گونه جدی از سوی دولت افغانستان پیگیری شود و زمین تطبیق پروژه ها فراهم شود در کندوز. پروژه هایی که در کندوز در سال 97 تطبیق شده نسبتا خوب بوده، اما توقع و انتظار مردم بیشتر از این است که در بخش بهداشت، صحت، زراعت، آموزش، تعلیم و تربیت و کارهای بنیادی بیشتر صورت بگیره. میدان هوایی کندوز فعال شود، پروازها
فعال شود که مردم بتانه بسیار به خوبی پرواز کنند. باشندگان کندز میگویند نگرانی بدتر شدن وضعیت در سال جدیدند. به باوری آنان هم اکنون ولسوالی های قلعه‌زال، امام صاحب، دشتیارچی، خان‌آباد، چهاردره و شهر کندز بیش از 80% در قلمرو طالبان است و ولسوالی های کلباد، آقتاش و گلتپه که 3 سال پیش از سوی رئیس جمهور غنی منظور شده بود از آن زمان تا کنون در حاکمیت طالبان قرار دارد و نگران گسترش قلمرو طالبان با گرم شدن هوا هستند. بازپسگیری ولسوالی دهنه غوری بغلان و ناحیه پل خمری از برنامه های مهم اداری بغلان بود که در سال گذشته عملی نشده است. ذاکر نوری در این گزارشش به این مهم پرداخته. والی بغلان میگوید برنامه هایی را که برای سال 1397 خورشیدی روی دست داشتند بیشتر آن تحقق یافته است. ولی بنابر افزایش چالش های امنیتی در سطح کشور و مصرفیت قوا آنها نتوانستند که ولسوالی دهنه غوری دو ناحیه پل خمری به نام دند شهاب‌الدین و دند غوری و بخشهایی از ولسوالی بغلان مرکزی را از وجود طالبان مسلط تصفیه و حاکمیت چندین سال این گروه را در آن مناطق خاتمه دهند. صدر کارای مایی بود که بعد ولسوالی دهنه غوری آزاد شد، مناطق دند غوری بعد آزاد شد، دند شهاب‌الدین بعد آزاد شد، مناطق بغلان مرکزی باید آزاد شود. ولی متاسفانه ما پیانای خود را با بارها ترک کردیم و مقامات دادیم. مقامات چون درگیر هستند در ولایت مختلف افغانستان، هنوز متاسفانه موفق نشدیم. آقای نعمتی دستاوردهای حکومت را در بخش ساخت و ساز در 15 واحد اداری بغلان چشمگیر می داند. سطح ولایت در 8 سکتوری انکشافی ما مثل زراعت و معرف و سیاحت و درهمه پروژه های داشتیم و شرکی ایدهشان بسر رسیده در نقاط مختلف و ایدهشان هنوزم به نسبت بعض مشکلات ها هستن که انشاءالله ما در صددشان هستیم که اینا در سال 98 انشاءالله اطمان اونا تطبیق میشه و با پای اکمال میرسه. با این حال علاداد فدایی که ماه قبل به حیث فرمانده پلیس بغلان معرفی شده است تلاش های پلیس این ولایت را در راستای تامین امنیت ستوده و تاکید دارد که بنابر ضرورت وی کارش را از تامین امنیت بزرگراه‌های بغلان آغاز کرده است. پلان که لمبریک شهره ده چی ده یو سلور بیزونه ده زمان ده پولیسو دی دری بیزونه ده اردوی ملی دی عملا کار جریان لری چی دغه طرف نه چی دا اول کټګوري دی بیا دویم کټګوري کې شاراد دریم لمبر شاراد هغه باندې هم کار شروع کوو ان شاء الله ز ټول ولسته اطمینان ورکو ما چې څنګه چې اوس دغه فیلال وضعیت دی دا وضعیت بنې دا وضعیت ان شاء الله تغییر خوري. بغلان 14 ولسوالی دارد و پل خمری مرکز آن است، اما ولسوالی دهنه غوری و دو ناحیه پل خمری از 2 سال بدین سو از سوی طالبان مسلح اداره می شود و 230 کیلومتر بزرگراه‌های بغلان نیز هر از گاه شاهد ناامنی، تحرکات مخالفان مسلح و دزدان حرفه‌ای بوده است. اعضای شورای ولایتی غزنی سال 1397 را یک سال پرچالش عنوان کرده می گویند که در این سال طالبان حملات گسترده را بالای شهر و ولسوالی های غزنی انجام دادند. بیشتر از این در گزارش. شورای ولایتی غزنی میگوید که سال 1397 یک سال پرچالش بود. به گفته آنان طالبان نیز در این سال حملات گستردهشان را بالای شهر و شمار از ولسوالی ها انجام دادند و نیز قسمت های از شهر را تصرف کرده بودند که در این نبردها خسارات هنگفته مالی و جانی به باشندگان غزنی وارد شده بود. آنان نیز میگویند که امسال غزنی از امنیت خوب برخوردار نبوده است. به گفته آنان برخی از ولسوالی های غزنی هنوز هم در تسلط مخالفان مسلح دولت قرار دارد. متاسفانه در سال جاری ولایت غزنی دستخوش یک سری ناامنی های بسیار جدی و عملات بسیار گسترده از طرف مخالفین مسلح و گروپ های تروریستی در ولایت غزنی و ولسوالی هایشان بودند که در یک مورد بسیار مهمش ولایت غزنی شاهدی بود که اکثری از ساحاتی از ولسوالی ها و مرکز غزنی به کام سقوط دشمن قرار بگیره که با مقاومت نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح به او هدفی که میخواستن برسن نتانستن برسن. سال 1397 در ولایت غزنی بدترین سال در طول 14 جنگ بود که امسال اکثرین ولسوالی ها سقوط کرد و نیروهای امنیتی چی پلیس چی امنیت ملی و چی اردو تلفات بسیار سنگین داشت و تا به حال ولسوالی ها به دستی نیروهای طالبان که حکومت نتونسته رو پس بگیره.
آنان نیز نگرانی دارند که اگر در قسمت امنیت غزنی توجه جدی صورت نگیرد، سال آینده با گرم شدن هوا بیم آن وجود دارد که بار دیگر حوادث مشابه سال گذشته تکرار شود. از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که در جنگ سال روان غزنی نیز بازرگانان و دکانداران خسارات هنگفت را متقبل شده بودند. به گفته آنان در این جنگ بیشتر از 500 میلیون افغانی به این قشر خسارات وارد شده است. قسمت داخل شهر و مرکز تجارتی مورد حمله گسترده گروه طالبان قرار گرفت در سال 1397. بدون شک سکتور خصوصی بیشترین ضربه را در پیکر خود بعد از حمله متقبل شد که بیشتر از 500 میلیون پول خساره ما برداشت کردیم. بررسی های اتاق تجارت نشان می دهد و گذشته از این مورد بیشتر از 190 دکان و گودام هایی که حریق شده مربوط سکتور خصوصی بوده که در این جنگ ما صدمه دیدیم. از سوی هم بازرگانان و دکانداران که از این جنگ متضرر شدند میگن که تا حالا هیچ کمک از سوی حکومت دریافت نکردند. آنان از مسئولان حکومتی خواهان کمک هستند. بعض آتش سوزی که در ولایت غزنی صورت گرفت، اکثر تجارای ما بسیار متضرر شدند، سرمایه خود از دست دادند که بارها هیئت تعیین شد و به تاجرها وعده داده شد که یک قسمت شما رو دوباره کمک خواهد کرد که هیچ یرفا جامعه عمل نپوشید و مردم از این آیه بسیار نگران از تجارای ما. مارکت ما کلا حریق شد. دیگه طبقه دوم گودامای ما بود، طبقه هم کفتی کل دکانای ما بود، دکانای ما کلا نمی رقم، گودامای ما نمی رقم جوره. دیگه خساره خو زیاد وارد شده به کل زمین دوستا و وطنبرای ما که در اینجا سه بمبرای ما و شخص خودم در حدود تقریبا 35 لگ افغانی تا 40 لگ افغانی ما خود ما اینه میجه ما خساره برداشتیم. متواقی دکاندار ها یعنی اینجا کمترینش از 20 لگ افغانی هست تا 50,000 دلار تا 60,000 دلار. خواستم که در این مورد نظر مقام های غزنی را نیز با خود داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. این در حال است که طالبان در ماه اسد سال 1397 بالای شهر غزنی حملات گسترده ای را انجام دادند و نیز برخی از نقاط شهر غزنی را تصرف کردند که در این حمله طالبان خسارات هنگفت مالی و جانی به افراد ملکی نیز وارد شده بود و حالا مردم در غزنی نگرانند که هرگاه حکومت به حل مشکلات امنیتی توجه نکند، با گرم شدن هوا بیم آن وجود دارد که بار دیگر این حوادث تکرار شود. تا درود دیگر، بدرود.